اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی درباره شیعه و ادیان الهی تقدیم شما بزرگواران میرزا آقاخان نه تنها تشیع بلکه اساساً هیچ دین و آیینی را قبول نداشت او معتقد بود ادیان الهی ساخته و پرداخته ذهن بشر هستند انسانهای گذشته در اثر جهل و نادانی از فرایند شکلگیری تحولات و رخدادهای هستی دچار وحشت و اضطراب می شدند. از این رو برای فرو نشاندن بیم خیش موجودی نامرئی را به عنوان عامل پیدایش حوادث ترسناک و وحشتزا در نظر می و به درگاه او خشو و تضرع می تا خشم او را فرو بنشانند و خشنودیش را جلب کنند. وی می نویسد ریشه معتقدات دینی ترس و بیم بود نسبت به مظاهر طبیعی و ندانستن چگونگی آنها این خود طبیعی است که جهل و نادانی در طبیعت مولد و مقوی ترس و حراس است و آدمی به هرچه نادانتر ترسش از آن بیشتر است خوف انسانی از مظاهر وحشتزای طبیعی نخواست تصور دیب را در ذهن او به وجود آورد و هر سختی و بدبختی را اثر بیمهری آن میدانست پس به نیایش و پرستش دیو پرداخت و در برابر آن عجز و لایه می کرد. همینجا بود که برای جلب محبت دیوها عبادت پیدا شد. معتکف شدن در مغاره ها، نخوردن غذا و ننوشیدن آب از جمله عبادات شد. سپس به سراغ اعتقاد به ملائکه و فرشتگان می رود. می گوید همین که پندار آدمی ترقی کرد در صدد دفع هرچه موهش برآمد و تصور اعتقاد به پری و فرشته به وجود آمد. انسان به پریان روی آورد و برانداختن دشمنان خود یعنی دیوها را از آنان خواست. در این مرحله ترس از دیوها کاسته شد و پرستش پریان و فرشتگان جاری گشت از آنجا که در ذهن آدمی بیم و امید هر دو وجود دارد برای خوشنودی خاطر پریان محفل جشن و سرور فراهم نمود سپس برای صحت نظریه خود به اساتیر و پندارهای آینهای موهوم یونان مصر ایران و هند باستان تمسک جست و سرانجام آن را بر کتب آسمانی تطبیق کرد. وی می نویسد سبقت دیوان را بر پریان و فرشتگان از اینجا می دانیم که در میتولوژی یونان و آیین مصریان، ایرانیان و هندوان همه جا آمده است که در یک عصر کره زمین در زیر پنجه و قهر دیوها بود و همین معنی در کتابهای دینی آسمانی منعکس است. و شیطان را معلم ملائکه می دانند. سرانجام آدمی به کمک و قوت فرشتگان بیخوبون دیوان را از زمین برکند. افسانه تحمورس دیو بند و دیگر داستانهای همسان آن حکایت از همین تصور ذهنی می کند. روشنفکرانی همچون میرزا آقاخان به پیروی از روشنفکران اصر اروپا دینی را قبول داشتند که آموزه های آن با عقل و حس قابل درک باشد و از آن رو که از منظر آنها اموری همچون فرشتگان و شیطان از راه عقل و حس قابل اثبات نبودند سعی می کردن با تبیین تاریخی شکلگیری اعتقادات دینی آن را به مهمات و بافته جاهلانه ذهن انسان متحجر مبدل نمایند تا از این رهگذر ایمان مردم نسبت به دین سست گردد و زمینه را برای نیل به جامعه مدنی یعنی جامعه مترقی و متمدن فراهم آید. از منظر آنها نخستین شرط ترقی و تعالی اروپا گریز از مسیحیت بود است. از این رو برای رشد ایران نیز ابتدا باید بنیان تعهدات مذهبی را سست کرد. وی برای خیالی جلوه دادن اعتقاد به خداوند ابتدا اعتقاد به خدایان ساخته و پرداخته بشر را مطرح نمود و پس از بیان چگونگی شکلگیری پرستش خدایان همه ادیان حتی دعوت پیامبران را دعوتی مهم خواند و پیامبران را مخترعان دین و انسانهای دیناور معرفی کرد. میرزا آقاخان پیامبران را تنها روشنفکرانی میدانست که طبیعت عصر و زمان خود را درک نمودند و اعتقاداتی موافق با طبع انسان عصر خیش ارائه نمودند اعتقاداتی که هیچ گونه اصل و ریشه واقعی و ماورایی ندارند تا صحت آنها با توجه به واقعیتهای غیبی ارزیابی گردند از منظر میرزا آقاخان ادیان الهی ساخته و پرداخته انسانهای روشن است که با مقتضای زمان همخانی دارد. وی در این باری می نویسد حکمت تمام ادیان قانون خلقت و ایجابات طبیعت است که در هر عصر و هر قوم آنچه برای اصلاح احوال ایشان لازم است به عرصه ابدا و اختراع می آورد. میرزا آقاخان کرمانی پیامبران را به مخترعان دین و روشنفکران مولد اندیشه تشبیه می کرد. امروزه برخی از روشنفکران صاحبان آثار فرهنگی بزرگ را به پیامبر تشبیه می کنند که نتیجه قداست زدایی از پیامبران و این کار وحی و دین آسمانی و زوال پذیر شمردن تعالیم انبیاست چرا که وقتی پذیرفتیم پیامبر در حقیقت یک انسان روشن است که نیاز انسان اصر خیش را درک کرده به مقتضای نیاز او به او خوراک فکری و اعتقادی می دهد به تب باید بپذیریم در صورت تغییر شرایط گذر زمان و ادبیات و فرهنگ اعتقادات دینی نیز باید تغییر کند باید روشن فکر دیگری به عنوان پیامبر ظهور نماید آموزه های پیشین را نسخ کرده و دین جدیدی تدوین نماید از منظر این روشنفکران تعالیم اسلام مانند آداب و رسوم فردی و اجتماعی محصول یک قرارداد و پذیرش اجتماعی هستند و هیچ گونه واقعیتی ما برای محتوای قرارداد ندارند که بتوان صحت و حقانیت آنها را با محک واقعی ارزیابی نمود از این رو همان گونه که آداب و رسوم اخلاقی در اقوام و زمان متحول می شوند، ادیان هم به مرور زمان و یا در مکانهای گوناگون تغییر می یابند. مثلا، حجاب و قصاص در یک زمان و یا در میان یک قوم مطلوب و در زمان و مکان دیگر نامطلوب خواهد بود. در اندیشه میرزا آقاخان هیچ ارزش و مطلوبی بالاتر از ترقی مادی و دستیابی به دنیای جدید نبود بگونه ای که حقانیت هر مکتب و مرامی را در میزان همراهی و همگامی آن با رشد زندگی مادی و حیات طبیعی میسنجید و نهایت آرزویش اعتلای زندگی این دنیا بود به طوری که تصریح میکرد هر آینی که ناشر و مروج ترقی ملتی باشد حق و اگر مخرب و مخالف برهان طبیعت یک سره آتل و باطل است. از منظر این دست روشنفکران، اگر رشد اقتصادی و توسعه مدنی کشور نیاز به ترویج صنعت توریسم همراه با گسترش بیهجابی و یا استقراز از دول استعمارگر و یا بانکداری همراه با ربا و برقراری روابط دوستانه با مستکبران عالم داشته باشد الزامن باید آن را پذیرفت چرا که در فلسفه ی حیات ارزشی متعالی تر از نیل به تمدن و ترقی مادی وجود ندارد بنابراین چشم پوشی از تنعومات دنیاوی به سبب پاسداری از ارزش های دینی امری پوچ و بیهوده است میتوان چنین نتیجه گرفت که میرزا آقاخان و شارهان گفته او همچون فریدون آدمیت و سایر روشنفکران باستانگرای ایران در صدد نفی اسلام از این مرز و بوم بودند آنها در معادلات خیش به این نتیجه رسیدند که برای غربی کردن ایران ابتدا باید اسلام را از این مرز و بوم برداشت چرا که قدرت استعمار ستیزی اسلام هرگز نخواهد گذارد کفار غرب به آسانی بر این مرز بوم سلطه یابند روحش آرام و یادش گرامی